سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد ایران سه قایق انگلیسی را در آبهای خلیج فارس توقیف کرده است. آقای آصفی گفت صبح امروز سه قایق انگلیسی با 8 سرنشین وارد محدوده آبی ایران شدند و مأموران نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران طبق وظیفه قانونی خود این قایق‌ها را توقیف و سرنشینان آنها را بازداشت کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد بازداشت شدگان تحت بازجویی قرار دارند و بررسی درباره مسئله ادامه دارد. خرداد 83 بود که سه تا شناور به وسیله دیدبانی ما دیده شد که از سمت خور عبدالله دارن میان به سمت آبای ما. سریع اطلاع داده شد به مرکز ما، مرکز سری به ما اطلاع داد و سری ما انتقال پیدا کردیم به جایی که نیروها دارن در حد ترددند و دارن میان توی مسیر آبای ما. آدم اینجا سری میاد سوار شید. بیا پایین. شما هم بیا پایین. لابیره این خود چطور سری میاد سوار شید. میخوای شما برید نزدیک همون بارچ، نزدیک بارچ آی بیر پیش آی ولی. این بچه های ناخدا خواسته نیومدن، یه تماسی باشون بگیر بگو بیاد. دیدی که روش چیز سری جلو اونها رو سد بستیم و اسلحه‌مون رو مسلح کردیم، به طرف اونها گرفتیم، اونها هم مسلح کردن به طرف ما که ما با سری داد و فریادی که بر سر اونها زدیم اونها رو آروم کردیم، سلاحشون رو آوردن پایین و سعی کردیم که ارتباطشون هم قطع بکنیم، تمام ارتباط بی سی وی اونها رو قطع کردیم و اون سه شناور رو انتقال دادیم به جایی که باید در نظر داشتیم. شناورا رسیدن به یک پایگاهی داشتیم توی آب رسیدن، عراقی ها داشتن ماهیگیری میکردن، عراقی ها دستاشون رو اینطوری میکردن میگفتن ایرانی بطل بطل، ایرانی قهرمان، تلافی ما را تو بصره از سر اینا در بیارید. شریا امکانات و تجهیزاتی که اینا داشتن در واقع میشه گفت 10 برابر امکانات و تجهیزات اون شناوری بود که اینا را دستگیر کرد. در واقع هر شناور یه تیربار ثابت داشت، یه تیربار متحرک داشت با خشابی که روی این بود 250 تا گلوله روی هر کدوم از اینا بود. همه اینا کلت داشتن، همه اینا در واقع سلاح‌های مختلف پیشرفته اون زمان رو داشتن. ادوات و تجهیزاتی که برای تدارکات بیش از 72 ساعت همراه این هاست نشون دهنده و حاکی یک عملیات اطلاعاتی در داخل آبهای سرزمینی ماست. نمیتونه یک اقدامی باشه که بگیم که آقا اشتباهی مجموعه 3 مایل در آبهای ما نفوذ کردن. چون چشاشون رو بستیم اینا خب نمیدونستن دیگه، جایی رو نمیدیدن، همشون رو
عجل و انزام دادیم در همدیگه رو رو شونه همدیگه دست نادن و اینا رو حرکت دادیم آروم آروم حرکتشون دادیم به توی جایی که باید مد نظرمون ببریم وحشت کرد و دست پاشون میلردید اولش که یه تعدادشون احساس غرور میکردن همین که بچه های ما چشاشون رو با چفیه بستن خب از لحاظ امنیتی هر حال می‌خواستیم ببریمشون جایی که چطور باید این چشاشون بسته باشه تا چشاشون بسته این اصلا شروع کردن به لردیدن از چهرهشون معلوم مثلا میلردیدن مثلا طرف من وقتی دستشی گرفتم که بخوام تکونش بدم میگو پاهم در اختیار خودم نیست آرامش ندارم اجازه بدید یه مقدار آرامش پیدا کنم گفت اجازه بدید یه خود آرامش پیدا کنم وقتی ازشون پرسیده شد که چرا چیز میکنید چرا شما اینطوری یه دفعه جا خوردید و اینطوری بلافاصله همیشه در اختیار ما گذاشتید گفتش که ما تو آموزش هامون که آموزش میدادن توی این رده های آموزشی تصاویر بچهای سپاه رو نشون میدادن میگفتن از این لباس سبز ها بترسید دشمن ما اینان حواستون باید باشه ما لباس سبز شما رو که دیدیم کلا همه چی باختیم این اصلا نیاز نبود شما واقعا همین شد اصلا بچه‌ها حرفی نزدن که این سلاحاشون رو گذاشتن زمین و فقط صرفا با این تابویی که خودشون تو ذهن خودشون درست کرده بودن هنگامی که داشتیم اینا رو انتقال میدادیم خیلی ترسیده بودن میلرزیدن بعد یکیشون با من گفت که گفتن که شما رو تیکه تیکه میکنن میخورن بعد یکی ما گفتیم که ما آدم خوار نیستیم و ما با کسی برخورد میکنیم که وارد آبهای ما شده تجاوز به آبهای ما کرده ما در اون صورت با شما برخورد میکنیم اگر شما وارد آبهای ما نشده بودی که ما کاری با شما نداشتیم ما اجازه نمیدیم که هیچ فردی بیگانه ای وارد آبهای ما بشه و با شدت هم باش برخورد میکنه دشمن ما هم انگیزه جنگیدن نداره هم ایمانی به اون چیزی که براش داره میجنگه در اصل هیچ ایمانی وجود نداره واسه همین با اولین برخورد تمام اون آموزش های دو سه ساله شون رو که بسیار ویژه‌ام هست و به عبارتی میشه گفتش که هر نیروی مارینز میتونه 30 یا 30 و چند تا در اصل تخصصی که رنجرهای متخصص این ماجرا دارن میتونن داشته باشن یعنی 3 تا نیروی مارینز میتونه 100 تا نیروی نظامی معمولی محسوب میشه Being a Royal Marines officer embodies tradition, honor, and the commando spirit, leading and taking decisions in extraordinary situations where lives may be at stake. It's a tough but ultimately rewarding career. He said, "Why they didn't tell you? Don't how can I say that? Not to go to Iranian waters. We have a shot. We were following the chart." ما میگن طبق نقشه داشتیم حرکت میکردیم. ما فکر میکردیم که تو عراق هستیم، تو طرف عراق هستیم. و اتو. into the سمت شاطر عراق خیال میکردیم تو عراق هستیم. اینا جی پی اس هاشون رو از خود بندر ام القصر در عراق مسیر رو مشخص کرده بودن. و تو این مشخص کردن مسیر نشون دهنده این بود که اینا نقطه به نقطه که برای خودشون تعیین کردن بعد بر اساس جی پی اسشون تو همون مسیر اون نقطه ها دارن حرکت میکنن دقیقاً نقطه ها توی آبهای جمهوری اسلامی خورده بود اینا از قبل میدونستن که دارن وارد آبهای جمهوری اسلامی میشن توت مرزی و این نقطه چین های جغرافیایی و این بنچمارک هایی که زده میشه خط فصل مرز ها رو که اکثرا هم درش با شیطنت های خاصی این خطوط کشیده میشه که مناقشاتی تا سالیان سال درش ابقا میمونه و این کار خبیث های انگلیسیه که اساسا اینها دروس جیوگرافی رو توی دنیا اونها درس میدن به خصوص خطوطی مثل خطوط تالوگ خطوط دریایی ارزم به حضور شما چند مایل از خط ساحل و اینها خط آبهای خودی محسوب میشه چقدر آبهای سرزمینی چقدر آبهای فلات قاره اینها خبره و نخبهشون اینهان توی دنیا اینهان که تصمیم میگیرن کی کجا باشه مرز کی کجاست
خیلی حرفه که شما بیایید بگید که از این به بعد ما مشخص میکنیم که آب ما کجاست، ولو اینکه پذیرفتیم که باشه این آبهای سرزمینی ماست، اما اجازه به شما نمیدیم یو اس کاست گارد هر جایی بخواید اینا شناوراتون ترک تازی بکنه. به دلیل مسئولیت وقتی که داشتم توی نیروی دریایی به همراه عزیزم سردار فدوی فرمانده محترم وقت منطقه، خودمون رو به منطقه رسوندیم و از اینجا به بعد یک اتفاقاتی افتاد که این اتفاقات قابل توجهه که شما توی جریان باشید. سه نفر اومدن، یه نفرشون مترجم بود، خانمی بود، مسئولیت شخصی بود به نام ماتیو گولد که نماینده ویژه جک استرا و ریچارد دالتون سفیر وقت سفارت انگلیس. این تو فاصله یک ساعت یه دونه هواپیمای چارتر اینا، نماینده ریچارد دالتون، نماینده جک استرا، وقت رو از دست نداد که بگه که با یه هواپیما، جمهوری اسلامی با یه هواپیما. یعنی وقتی که گفت ما تو ماه شهریم، من همینجوری گفتم حاجی علی اینا رو با چشمشون بستیم، اینا داریم میبریم توی ماشین که از تو پایگاه بیاریم بیرون. این گفت ما اینجا، من همینجوری موند اینجام که گفتم حاجی علی اینا پشت در هم. یعنی مثلا تا 9 شب قرار بودش که ما فکر میکردیم که فرصت داریم که مثلا یه بازجوی اولیه بکنیم، این فرصت رو هم انگلیسی ها ندادن به همون. یه هواپیما فکر میکنن مثلا چارتر گرفتن دیگه، اینا پاشدن اومدن، ثانیه رو از دست نمیدادن. اول بار که اومد وارد اتاق شد، این در واقع نفر دوم سفارت با غرور وارد شد، اومد به من دست سلام، سلام جنرال فلان یا نشستیم. توی اولین دیداری که بین ماتیو گولد فرستاده ویژه جک استرا با این مجموعه اتفاق افتاد، اون کاغذی که ماتیو گولد به دست این رسوند، یه تیکه کاغذ که حاوی حالا چه پیامی بود، مشخص بودش که ما با کسی طرف هستیم اینجا که خودش پیر طریقتیه تو امورات اطلاعاتی خودشون. اینها مستقیم با جک استرا صحبت میکرد، اصلا اونو به جک خطاب میکرد. هر جا که گره میخورد کار نمیتونست مشخصا تصمیم بگیره، اینها میومد بیرون و توی راهرو اینها با هی جک میگفتش که مثلا تو گفتی که اونجا هماهنگ کرده، مثلا اون بهش میگفتش که ما هماهنگ کردیم که اینا باید سریع آزاد بشن. اینها و این حرفا نیست، اینا اینجا یه قوانین خاص خودشون رو علی ظاهر دارن. اینها جک استرا اون موقع وزیر امور خارجه چیز بود، حکم میکرد که اینا رو باید آزاد، باید آزاد کنید. و اینا وقتی باشون نشستیم اولین بار سه تا پیشنهاد دادن، گفتن که ما رو با آمریکایی‌ها بدید تو دریا، ما آمریکایی‌ها رو قبول نداریم، ضمن که شما رو قبول نداریم آمریکایی‌ها هم قبول نداریم. گفتن که تجهیزات ما رو بدید با شناور با کشتی ببریم و نیروهای ما برن به سمت چیز شلمچه، از راه شلمچه برن. گفتیم ما قبول نداریم. من دو بار با وزیر امور خارجه انگلستان صحبت کردم. I explained to him personally your points. من شخصا نظرات شما رو به ایشون انتقال دادم. We would accept this possibility suggestion of an air evacuation. ما توصیه
could be accompanied by two things. First, that the men immediately following this conversation be formally handed into my care. This is extremely important to my government. Secondly, that we have an agreement, a very clear understanding between ourselves, that in the next 5 days we will find a way of returning the boats and equipment into British hands. ما هیچ پیش شرطی رو نمی‌پذیریم که به خاطر اینکه به ما در واقع شرط گذاشته بشه به دو شرط ما نگاه کنیم به عنوان امنیت اینا و تصریح در کارشون ما اومدیم گفتیم این کارو می‌کنیم یعنی در واقع هوایی رو حتی پروازش هم هواپیماش هم ما می‌داریم امشب هم اینا میتونن اینا رو ببینن دستاش گرفته بود در واقع دو سمت صورتش و میگفت نمیدونم موندم چه کار بکنم آره بهش گفتم که در انگلستان در آبهای داخلی اگر شناوری بیاد مسلح باشه شما با چه کار میکنید میدونم 6 ماه زندانی داره حداقل و مصادره تمام اقلام گفت حالا یعنی اول با این غرور برخورد و بعدش میگه هر چی شما بگویید یک توافقنامه ای رد و بدل شد که این توافقنامه فکر نمی کنم در تاریخ کشور سلطنتی انگلیس که معروفه یه مقطعی خورشید در مستعمرات انگلیس غروب نداره یه در واقع یک سند یک ورقی رد بدل شد که موتیف گلد امضا میکنه و از این طرف فرماندهی منطقه امضا میکنن که توی اون انگلیسی ها اقرار میکنن به این که 3 فروند شناور ما و 8 تفنگدار انگلیسی به اشتباه به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تجاوز کردن و از این بابت معذرت می‌خواهیم رسما کلمه عذرخواهی رو میارن اون تو و این امضا میشه که بعد ما تحویل بدیم اینها رو و تحویل هم به گونه‌ای داده بشه که به صلاح فروند هواپیمای سپاه پاسداران اینها رو به تهران فرودگاه مهرآباد انتقال بده و از اونجا توسط وزارت خارجه اینها توسط یک کشور ثالث عربی به انگلستان تحویل داده بشن این توافق که باز حاکی از سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی و رسما امضا میشه که این تجاوز صورت گرفته وقتی اعلام شد که اینها منتقل میشن به تهران و از ماهشهر یعنی با پرواز اختصاصی سپاه و تحویل وزارت خارجه داده میشن طبیعی بود من و شما رسانه‌ای اولین چیزی که به ذهنمون خطور میکنه فرودگاه مهرآباد و ترمینال 6 هست که ترمینال تنها ترمینال خروجی داخلیمون هست دیگه خب معترضین بچه های خبرنگار همه در اونجا حضور داشتن از چندین ساعت قبل و حدود ساعت رو میدونستن که کی این هواپیما خواهد رسید. در اوج ناباوری ما متوجه شدیم که اینا اصلا هواپیما نشسته و اینا هم پیاده شدن ولی تو ترمینال 6 نیومدن.
بعد که پیگیری کردیم چون چند تا از بچه هم داشتن میمدن فرودگاه ون سفارت انگلیس و اون حالا پلاک سیاسی رو دیده بودن متوجه شدن که اینا توی ون هست که بعد ما پیگیری کردیم که اینا از پاویون دولت وارد شده بودن متاسفانه نیروهای دریایی سپاه پاسداران ما با 50 درجه حرارت رطوبت بالای 80 درجه با بضاعت بسیار محدودی که دارن این شکل در خودشون جانفشانی بکنن که هیچ باکی نداشته باشن سینه به سینه با رویال مارینز انگلند تصادم بکنند اونجا و اینها سینه به سینه اینها برند اینجا تحت فشارهای سیاسی ما حتی حاضر نباشیم که اینها یه مواجهه بین رویال مارینز انگلند با نیروهای مردمی ما نمایندهشون دانشجوها توی اونجا و پلاکایی که نوشته بودند و دو تا شعار فقط بدن قرار نبود اتفاق خاصی بیفته اینجا که جمهوری اسلامی اگه قرار بودش که می‌خواست بکشه اینها رو که تو دریا می‌کشت قرار نبود که دانشجوها اینها رو عملیات انتحاری بکنن که توی فرودگاه مهرآباد متأسفانه واقعه دلخراشی اونجا اتفاق افتاد که ریچارد دالتون پای پلکون هواپیما اینها رو تحویل گرفت و از گیت و پاویون دولتی اینها رو خارج از چشم دانشجویان ما فراریشون دادند به سمت سفارت انگلیس در خیابون کزا که قرار بود فقط یک اعتراض مردمی نسبت به این تجاوز اتفاق بیفته و نه حتی محاکمه و متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد یکی از کسانی که برای من خیلی برام حساس و اساسی بود مسئولین سفارت انگلیس بود که من بتونم با اونها مصاحبه بکنم ما رفتیم سراغ سفیر انگلیس رفتیم و ایشون ارجاع داد به رایزن نظامیشون و گفت با رایزن نظامی من کارت ویزیت ایشون رو هم دارم همون آقای رایزن نظامی اومد دم در سفارت بهش گفتم که برای مصاحبه گفتم نه سفیر حرف نمیزنه ولی من حرف میزنم گفتم باشه بعد گفتش که مثلا یه روز دو روز بعد دیگه زنگ بزن زیر یکی دو روز دیگه زنگ زدم ایشون دیگه هیچ وقت جواب نداد باز من پیگیر شدم سفارت انگلیس که حداقل مسئول رسانه‌ای سفارت انگلیس یه خانومی بود به اسم خانم شاپور که گفتم عرض کردم خدمتتون ایرانی الاصل بود ایشون بیاد پای مصاحبه بعد از چندین بار تلفن و اینها دیگه هر وقت زنگ می‌زد میره تو پیغامگیر و صدای خود ایشون هم بود که توی مستند هم استفاده کردیم یعنی همین مکالمه من و سفارت انگلیس استفاده شد هیچ وقت دیگه نیومدن برای مصاحبه کار بعد اینکه ساخته شده بود یکی از خبرنگارها حالا حداقلش اینکه روایت اون خبرنگاری بود که از قول همین خانم شاپور پیغام آورد که اینها پیشنهاد دادن که اون کاری اگه ساختیم ما خودمون می‌خریم ازت برخورد رو با نیروهای آمریکایی داشتیم نیروهای آمریکایی که وارد آبای ما شده بودن توسط نیروها دستگیر شدن و انتقال پیدا کردن به پادیو فرمانده پایگاه اروند ما مطلع میشه که آمریکایی خسته ورود به آبای ما داشتن تا یه حدودی هم وارد شده بودن بلافاصله ایشون گشت توی منطقه داره که گشت میزده ایشون یه مقداری سریع عمل میکنه حتی سلاح چندانی هم همراهش نبوده طوری که برامون تعریف میکرد میگفت که ما رسیدیم روبروی اینا توقف کردن دیدیم یکشون دست به اسلحه برد تا دست به اسلحه برد این آقای استفان یاد ما فرمانده پایگاه اروند آدم خیلی تنومند هیکلی میگه یه مرتبه یه داد حسابی روی جدام بلا فاصله یه آمریکایی اسلحه رو پر کرد تو کف شناور آمریکایی‌ها وقتی که بچهای ما پریدن تو قایق گفتن الله اکبر اینا بریدن یکیش مثلا خیس کرد Thank you.
I don't know where to begin. I've got to tell you, that was the most disgusting, disreputable, dishonorable performance I can remember. امید بروی امید کجایی؟ القمه مهدی مهدی امید بار کب حمید حمید نزید سوم فروردین بود. خب سوم فروردین تقریبا همه جا تعطیل بود، ولی ما نیروهای نظامی اون آمادگی رو داشتیم و اون آماده باشمون رو داشتیم و آماده بودیم. دیدبان ما دید که دو تا شناور از توی ناو به وسیله جرثقیل با نفرات انداختن توی آب و این دو تا شناور اومدن برای شناور عراقی که اون شناور عراقی اومده بود تو آبای ما، اومده بودن بازرسی بکنن. دیدبان با ما اطلاع داد، دیدبان با ما اطلاع داد که ما تأکیدم بر این داشتیم، چون ما رده مافوقمون هم تماس گرفتیم، گفتیم که به این صورت. به من یه بیسیم زدن که یه شناور تجاری داره توی مسیر اروند حرکت میکنه به سمت بصره و تقریبا میل به آبای ماست، چیکار کنیم؟ بهش گفتم بهش تذکر، بچه‌ها گفتم تذکر بهش بدید که مسیرش رو تغییر بده، انحراف به راست پیدا کرده سری برگرده، انحراف به اصطلاح تو مسیر اصلی خودش تو آبای عراق. دقیقاً چند لحظه گذشت به من اطلاع دادن که دو تا شناور به اصطلاح حالا قایق در واقع شناور کوچک انگلیسی، هر کدام چند نفر معلومه تعدادشون چند نفره، چند نفر سوارن دارن این مسیر رو طی میکنن دنبال این کشتی تجاری، دارن بهش تذکر و اخطار میدن. به مسئول سکو گفتم که کاملا مواظب باشید، اگر احیانا اون شناوره که انحراف به راست پیدا کرده و داره میاد تو آبای ما اونام اومدن به من خبر بدید. گفتن باش. یک مرتبه به من اطلاع دادن که دو تا شناوره به اضافه شناور تجاریه اومدن تو آبای ما، چیکار کنیم؟ گفتم سری شناورا را اعزام کنید دریا، افراد سر حال قبراق به تجهیزات کامل برن و اینا را بگیرن. دو تا شناور فرستادم رفتن، سری هم خودم حرکت کردم. وقتی که رفتیم یه شاید 100 متری نایستادیم به تو هوا بیاره بچه ها رو با بیسیمش اختار بکنیم، اختار کردم شون محل نذاشتن، یه تدا از این رنجرا بالا باشون بازرسی میکردم، یه تدا شون تو قایق شدن به قولم به صورت برعکس همیستا بری کنار هم بودن. نیلی روی کلسی نمجا کسب تکلیف کرد که ما چیکار کنیم، گفتیم تأکید کردیم روی مسئله که آیا تو آبای ما نه؟ گواره تو آبای ما نه. بعدم تأکید کردیم گفتیم حتما تو آبای ما باید باشه، گفتن تو آبای ما نه، گفتن خود تو آبای ما نه توقی بشه. حالا اینا آب مد داره میارشون، ما هم تو دنده انداختی اینا داریم یواشاش به سمت اونا میریم، ولی که اونا هم یه وضعیت جنگی به خودشون گرفتن. اون تعدادی که بالا بودن سلاحشون آماده کردن، تعدادی که پایین روشون آور بودن اسلحه‌شون آماده کردن و دیگه ما به مسافت رسیدیم شاید مثلا در حد 20 متر یا 30 متر حالا توی هول و هوش دیگه فامورین هم رسیدن پشت اینا که دیگه بقولن بستن پایینشون دیگه. در اون لحظه بود خلاصه ما یک دوسته گفتیم الله و اکبر و دست ما رو بخوابوندیم، ما با شناور زدیم تو شناور این آقایون، وقت ما زدیم با شدت تو شناورشون اینا پرتاب شدن و دیگه داد بیداد کردن، اون شیرازه کار از دستشون خارج شد. اینا که دستگیر شدن، هنگامی که اینا دستگیر شدن متوجه شدن که ما نیروهای اینا رو دستگیر کردیم، بالگرد از رو خود
ناب بلند شد اومد بالا سر ما، دائم بالا سر ما بود تا جایی که ما نزدیکایی بود که اینا رو رسوندیم نزدیکای پادگان، ولی جرأت این که بخواد بیاد تو آبای ما رو نداشت، ولی خیلی پایین بود. یعنی ما هم میتونستیم اینا بزنیم، هم میتونستیم بشونیم، یعنی دو حالتش رو داشتیم. You are broken. However, I understand that you claim that my boats were in Iranian territorial waters. Is that correct? Over. Station, this is Coalition Warship Foxtrot 99. Say again. Over. Which unknown station? You said to me, I am unknown station. We are watching us, sir. I request that you immediately release my personnel and my boats and return to my unit. Over. بگو اینا دیشن هلیکوپتر، کوالیشن هلیکوپتر، دیسی زیرین ایولوشن که کونگان چنل 16، اوه یو فورسز ویر ویدن ایرانیان تریتوری وارس ایرانیان ایولوشن که کپچر دم ویدن ایرانیان تریتوری وارس دیو رید می سه گارد، دیس ایز کوالیشن وارشیپ فوکسترات 9 at 9. یو آر اینکرکت سر، مای بوتس ور فرملی انساید ایراکی تریتوریال وارس. I wish you to state your intentions for my boats, over. Sir, we communicate our authorities and we'll tell you about our intention. Foxtrot 99, over. I confirm you are Iranian Revolutionary Guard, over. Yeah. من همزمان که رسیدم توی پایگاه یا منافتی رسیدم، دیدم بالگرد انگلیسیه بین رودخانه، دقیقا وسط رودخانه اروند به سمت عراق ایستاده و داره اخطار میکنه. من سریع رفتم تو اتاق کنترل خودمون که سیستم های ارتباطیمون اونجا بود، به بچه ها گفتم، من بهشون میگفتم و انگلیسی ترجمه بچه ها میکردم، بهشون تذکر میدادن. گفتن که آه این نیروهای ما تو آبای شما نیومدن، اینا رو آزاد کنید، نمیدونم اگر آزاد نکردید خلاصه برخورد میکنیم، تیراندازی میکنیم، فلان میکنیم، هلی بریم، از این حرفا شروع کردن به اصطلاح تهدید کردن و از این تبلای تو خالی. ما خب با وضعیت اونها کاملا آشنایی داشتیم که از سایه خودشون میترسیدن. من سریع رفتم پشت سیستم به فرمانده کنترل، گفتم که بهش بگو شما هر چه سریعتر منطقه را ترک کنید، ما با مافوق ما داریم صحبت میکنیم، هر چی که مافوق ما و فرمانده مافوق ما دستور داد بر مبنا و اساس دستور ایشون اقدام میکنیم، اگر هم شما منطقه را ترک نکردید هر اتفاقی بیفته مسئولیتش به عهده خود شماست. دیدن که فایده نداره، رفت روی همون ناو انگلیسی نشست، بالگرده اونجا نشست. خیلی ترسیده بودن، فکر میکردن که مثلا حالا یکیشون گفت واقعا گفت که شما میخواید سر ما رو ببرید. اینا که بدتر از اونا بودن، اینا اینقدر ترسیده بودن که طرف داشت میلرزید، دستش میلرزید، همینطور دستش میلرزید، نفر اون نفر بعدیش دستش رو میگرفت که بهش دلداری بده، اونم میلرزید، دوتاشون با هم دوتاشون داشتن میلرزیدن، یه نفرشون که گریه داشت میکرد. از دوستاشون سوال کردم کسی سیگار داره، یکی سیگار داشت با کبریت دادن به اون طرف گریه میکرد، هر کاری کرد نتونست روشنش کنه، خودم براش روشن کردم، دادم دستش کمی مستحکم کنه آروم شه، اصلا مشخص بود داشتن گریه میکردن، میلرزیدن یه خورده به خودشون، ای دلداریشون میداد. حتی دیدیم خیلی اینا معذرت میخوام گیرگن، از تیماشون سوال کردم که آروم شه تیم، چه تیمی دوست داری؟ زمانی که تسلیم شدن دستگیر شدن، اینا را آوردیم از شناور پیاده کردیم، مسیری که طی کردن و شرایط هم واقعا شرایط بدی نبود براشون، شرایط خوبی هم بود که ما ایجاد کرده بودیم، از همون مسیری که از شناور پیاده شدن تا
رفتن تو نقطه که می‌خواستن به اصطلاح نقطه ای که می‌خواستیم بازجویی بکنیم. یکی از این افسرا نیاز به لباس پیدا کرد که لباس بهش دادیم. در زمانی که بازجویی میشد یکی حالا دو ساعت که طول کشید دو بار بازم با لباس بکرد میر افسران دادیم. الان دیگه چون اینا رو ما تقریبا صبح گرفته بودیم نهار نخورده بودن دیگه نهار از بیرون براشون گرفتیم نهارشون رو خوردن پجیرهشون کردیم و بعد اعزامشون کردیم که مرقب. به من اطلاع دادن که ناو انگلیسی اعلام کرده که خروج تمام شناورها از خور عبدالله، از اروند، از خور موسا و منطقه اطراف سکوی امیه البکر ممنوع. من مانور دارم و میخوام تیراندازی بکنم. رفتم مجدداً تو همون اتاق فرماندهمون، اخطار کردم به ناو انگلیسی، گفتم شما از 5000 مایل دریایی اومده تو آبهای ایران، تو آبهای دریای خلیج فارس، هر گونه تحرکی، هر گونه برخوردی، هر گونه سهل‌انگاری از بابت شما بخواد اتفاق بیفته ممکنه شما شروع کنید، ولی پایانش دست شما نیست. ممکنه یک تیر شلیک بکنید ولی پایان تیر و ترکش و درگیری و برخوردا با دیگه با شما نیست، پایانش با شما نیست. وقتی دید که ما قاطعانه داریم باشون برخورد میکنیم و متوجه این موضوع هم شدن که شناورهای ما از مسیر دیگه، از جای دیگه دارن میان به سمت اون نقطه‌ای که اون ناو ایستاده، تعداد زیادی شناور باز اطراف اون ناو رفت، حدود نیم ساعت بعد اعلام کرد خودش، گفت پایان مانو و تیراندازی ما به دلایل نامعلومی عرض حضور شما که انجام نمیگیره و شناوران میتونن مسیر خودشون رو ادامه بدن. اینها از خط خودشون هم حدود چند مایل عقب‌تر رفتن از ترسشون دیگه. مثلا بعد از اینکه اسیری اینا مثلا فرض کن اینها تو 5 مایلی باید میومدن، تعجب کرده رفتن تو 10 مایلی، یعنی اینقدر 5 مایل عقب‌تر رفتن، تعجب کردی؟ یعنی دیگه نزدیک ما نشدن. باور میکنید شما هر نفر انگلیسی، یعنی هر سربازی، باور میکنید بیش از 30 کیلو 35 کیلو فقط وسایل حمل میکرد، از اسلحه و خشاب و کلت و جیره و نمیدونم دوربین و چراغ و امثال هم. توی همون سال توفیقی شده اینا یه حج عمره رفتم توی صحن خانه خدا، اونجا من برخورد کردم به یه سری نیجریه‌ای، اینا رو بغل کردم اینا، یا یا اخی انت من بین تو بچه کجایی بچه کجایی، اینا بچه نیجریه، اینا باری کلا تو بچه جمهوری اسلامی، بغل کرده اینا، این استخونای من داشت خورد میشد. بعد گفتم چی شد؟ گفتش که شما این انگلیسی ها رو گرفتید اخیراً، اینها میدونی چی شد تو نیجریه؟ گفتم نه، تو نیجریه چه اتفاقی افتاده؟ گفت 3 شبانه روز ما توی نیجریه شیرینی پخش میکردیم. گفتم به شما چه ربطی داشت این قصه و اینها؟ گفت چی چیزی به ما چه ربطی داشت؟ این پشتش نشون داد، گفت پشت ماها زخم تازیانه نسل های پی در پی که از این انگلیسی های خبیث و ملعون بر ما روا داشته شده بر پشت پیکره ما و اجداد ماست. ما کجاییم؟ چه میدونید شما چیکار کردید؟ Economic exploitation and social degradation. All of them from the same enemy. It is useless and so futile for us to continue talking peace and not
against the government who to blast his only sovereign death on an unarmed defenseless people. خب ما همه وسایل اینا به اضافه شناورها به اضافه نیروها بردیم توی مرکز منطقه، اینا را جا دادیم دیگه، صحبت باشون کردیم، از مسئولین از تهران اومدن، از نیروی دریایی با اینا صحبت کردن، بازجویی انجام شد، تقریبا 48 ساعت ما در خدمتشون بودیم و اطلاعات لازم و کافی از اینها گرفته شد. بعد دو تا هواپیمای مخصوص آوردیم از تهران و اینا سوار کردیم به سمت تهران. Summers, the Royal Navy. I've been in there 2 years. Operate mechanical warfare. Royal Marines, and I'm 22 years old. I've been in the Royal Marines for 4 years. It's Arthur Batchelor. I am 20 years old. I am from Plymouth. I have been in the Royal Navy for 3 years. I'm in massive Royal Navy. According to this chart, which is the only evidence we've seen, that is the point where the British boat was arrested in Iranian territorial waters. شما وقتی لباس یک نظامی را تنش در میاری، کت شلوار ولو به قیمت الماس تنش بکنی، شکستی، خفیفش کردی، خارش کردی، وقتی رویال مارینز انگلند رو یا نیروی اس او اس لباس را تنش در میاری، اون لباس شرف یه نظامیه، در میاری کت شلوار تنش بکنی، تحقیرش کردی. این اتفاقی بودش که تو مرحله دوم 15 تا انگلیسی هم اتفاق افتاد، خیلی‌ها باز این پیامو نگرفتن. سال 86 سال مهم و پرحادثه و عزت آفرینی برای ملت ایران بود. در آغاز این سال ماجرای دستگیری و سپس عفو و آزادی ملوانهای متجاوز بیگانه به کشورمون ملت را سرفراز و چهره ملت عزیز ما را در دنیا چهره‌ای مقتدر
و در این حال بردبار و پرگذشت نشان داد. As the captured troops came home to smiles and kisses, the British headlines echoed what some military folks are saying, that the free suits, the gift bags of vases and pistachios, the smiling send-off were all a slap in the face to Great Britain and its allies. روی سخن ما بیشتر با برای بچه‌های ماست که بچه‌هامون توی دوره دبستان، دبیرستان، دانشگاه این روزها با بتلفیلد 2، بتلفیلد 3 نشون میدن که اقتدار آمریکایی‌ها و سوپرمن‌های آمریکایی، رمبوها و آرنولدهای آمریکایی چیکار می‌کنن، دیگه یه تنه میدن وارد سرزمین دشمن میشن و پیروز برمیگردن. شیم یو کام تو اور کانتری تو مردر اس Yet, we are the terrorists. All call signs missed. We are mission launched. Repeat, we are mission launched. This is not a trial. You are guilty. I know how your fucking story is. اینها به قدی طرف گفت فیلم اینها فقط عزیزان. اینجوری نیستش که هر وقت که اونها بخوان دست روی دکمه میذارند و اینها جمهوری اسلامی میره هوا. اگه قرار بود اتفاق بیفته امروز تو غزه باید میافتاد. اون چیزی که تو صحنه عمل اتفاق میفته بتلفیلد 2 و بتلفیلد 3 نیست. یه تعداد نیروهای این اتفاقی تو زمان جنگ افتاد. یه طرف نیروهای پاپتی پا برهنه سلاح‌های بسیار خفیف و سبک اما قلوبی بسیار آتشین و قوی و ایمانی متصل به خداوند تبارک و تعالی و اون طرف مجموعه ای که فول آموزش های نظامی رو داده یعنی رویال مارینز انگلند توی مارینز ها نوهد ها آخر نیروهای نظامی هر مجموعه هن که فیلترهای زیادی رو پاس کردن رسیدن شدن این معلبس میبینید توی مسافه با هم دیگه توی این سه مرحله این اتفاق افتاد در این دو مرحله‌ای که دارم عرض می‌کنم یه بار سر قصه آمریکایی‌ها یه بار سر قصه انگلیسی‌ها نیروهای متجاوز خیس کردن خودشون رو از این آقای وبستر پرسیدن که خب تو چه جوری آخه با این سه تا شناور با این همه امکانات و تجهیزات تسلیم یک فروند شناور اینها شدی لباس‌های شوره زده سه تا کلاشینکوف از نظر من زنگ زده چجوری شما تسلیم این مجموعه شدید همون جوابی رو داد که چارلی بکفیس توی عملیات دلتا فورس ایگل کلاو پنجه عقاب ها توی قصه تبس و اون فضاحتی که توی تبس اتفاق افتاد همون رو داد که ما علارغم این که معادلات ریاضی رو همه جور چیده بودیم ولی نفهمیدیم که از کجا بود بام تیر نشد تیغ نشد چوب نشد سنگ با هر چه به دستم برسد آمده ام جنگ